بالاخره اون روتینی که میتونم باهاش به همه هدفام برسم و پیدا کردم. سلام سلام، چطورید بچه ها؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. آقا من الان میخوام برم یه دونه موهیتو واسه خودم درست کنم با نعنا و لیمو و بعدش میخوام برم کافه که ادیت کنم و بعدش کلاس ورزش دارم که بهتون نشون میدم. ولی داشتم به این فکر میکردم که من خیلی اوضاع زندگیم کلن هی عوض میشه، یعنی هی مشهدم، هی تهرانم، سفر میرم، کلن توی یک ماه ممکنه من 3-4 تا جا باشم. خب بعد اصولا آدمایی که این مدلین روتینشون رو از دست میدن دیگه، چون روتین تو یک جای شکل میگیره و اینکه تو هی بخوای اینو تغییرش بدی خیلی احتمالاً جواب نمیده. ولی من وقتی داشتم بهش فکر میکردم فهمیدم که من اتفاقا روتینم رو تونستم توی مشهد و تهران و حتی وقتی که میرم سفر حفظ کنم کاملا، و این خیلی نکته مثبتی به نظرم اومد، چون که داشتم با دوستام صحبت میکردم و دوستام اینطوری بودن که ما سفر که میریم وقتی دوباره میخوایم به زندگی عادی برگردیم خیلی واسمون سخته. خب چرا؟ چون که اون روتینه رو از دست میدن. بعد احساس کردم کلاً چیز جالبیه که بیام در مورد صحبت کنم و بگم که من خودم چی کار کردم که تونستم تا یه اندازه، نمیگم کامل، مثلا نمیگم من کامل روتینم سر جاش و اینا، ولی تا یه اندازه خوبی احساس میکنم تونستم که روتینه رو حفظ کنم. اولین کاری که من انجام میدم، یعنی انجام دادم، چون خود منم یه موقعی بود که این دغدغه رو داشتم که احرا تو وقتی که مثلا از مشهد میری تهران یا برعکس یه مدت طولانی رو هیچ کار نمی کنی، خب یعنی از روتینت خارج میشی. بعد که نشستم بهش فکر کردم فهمیدم که چی لازمه. اولین نکته اینه که وقتی که میخواید شما روتینتون رو همیشه نگه دارید، کلا میخواید روتین بسازین، اولین کاری که باید بکنید اینه که از کارهای کوچیک کوچیک شروع کنید. یعنی مثلا دارم میگم آسون ترین کاری که میتونید بکنید چیه؟ مثلا روتین پوستیتون رو رعایت کنید، مثلا مرطوب کننده و آبرسان رو اینا بزنید. بعد شما 3 روز متداوم این کار رو انجام بدید. وقتی که 3 روز اون چی از روتین رو انجام میدید، بعد 3 روز میتونید برید سراغ بخش دیگه که حالا هر چیزی میتونه باشه. خب و بعدش کم کم مورد بعدی اضافه میکنیم. من خودم با این داستان خیلی خوب تونستم، مثلا من زمانی که جام عوض میشه اولین کاری که میکنم محصولات پوستی رو در میارم و شروع میکنم مراقبت پوستی هایی که داشتم رو انجام میدم. یا مثلا دارم میگم من توی خونه خودم توی تهران همیشه واسه خونم گل طبیعی میخرم و زمانی که میام مشهد دقیقا این کار رو میکنم. یعنی وقتی میام مشهد روز اول یا دوم من دارم گل سفارش میدم یا میرم گل میخرم میارم. یعنی این کارهای کوچیکی که منو به اون زندگی که یک جای دیگه دارم، به اون روتین خودم توی یک جای دیگه وصل میکنه. اینا خیلی کارهای مهمیه. یا مثلا دارم میگم من توی خونه خودم واسه خودم غذا درست میکنم، حواسم هست به این که مثلا توی این هفته من بنز کافی پروتئین گرفته باشم، سبزیجات خورده باشم، همه اینها. خب ولی وقتی که میام مشهد، اولا که ما خیلی مهمونی میریم و خیلی بیرون غذا میخوریم و واسه همین یه مقداری تغذیه من از اون حالت سالمی که دست خودمه خارج میشه. واسه همین همیشه تو ذهنم هستش که مثلا من هر 2 روز یه بار واسه خودم یه مثلا گالون سالاد درست کنم که سبزیجاتی که لازم دارم، اون فیبری که لازم دارم رو بگیرم. یا مثلا همین موهیتویی که الان دارم درست میکنم، من خیلی آب میده طبیعی و اینا دوست دارم، اسموتی و اینا، و وقتی که میام مشهد سعی میکنم که حتما اینا رو درست کنم. میگم دیگه این روتین ها این مدلیه. بعد وقتی که این کارهای کوچیک کوچیک رو انجام میدین، بعد میتونی برسی به کارهای بزرگتر. مثلا من میتونم بشینم پایانم اونجا انجام بدم، میتونم درس بخونم و خلاصه همه چی واسه خودش جور میشه. آره این از این. و الان هیچی دیگه، اینا فکر میکنم که بسته. نانا بعد این لیمو رو میخوام ریزیز کنم، آبشو میخوام بریزم، ولی میخوام یه ذره پالپ لیمو رو اینطوری بگیرم و اونم بریزم و آب و یخ و نعنا و لیمو. دیگه من شکر نمیریزم به خاطر اینکه دارم میرم ورزش و میخوام هم الان بخورم، هم تین که دارم ورزش میکنم به عنوان آب مثلا بخورمش. احساس میکنم که اگه شکر بریزم ممکنه بدنمو یه کم بیاره پایین، داون کنه مثلا، واسه همین دیگه همینطوری میخورم دیگه. آها بعد بیس اصلی موهیتو آب گاز داره بچه‌ها. من دارم آب
عادی می‌ریزم. شما اگه دوست داشتید می‌تونید آب خیلی خوب شده ولی خیلی ترشه، که اوکی من همینو میخوام، چون بچه ها هوای مدلیه که من احساس کنم همش دارم آب بدنم رو از دست میدم، واسه همین اوکی هر شکل که ترش باشه اوکی هم باشه و مشکلی ندارم. من یه چیز دیگه بگم، حتی الان امروز مشهد یه ذره بارون باری خب، ولی هوا گرم، هوا خیلی گرمه. خلاصه که آره بخورم دیگه، بعد زودتر برم. ساعت 4:45 مثلا 6 کلاس دارم و میخوام برم یه ساعت توی کافه کار کنم و بعدش برم کلاس. و بچه ها ببینید کی داره بالاخره منظم ورزش میکنه. خیلی خوشحالم خیلی ورزش کردن منظم به من اعتماد به نفس میده، خیلی بهم روحیه میده، احساس میکنم دارم یه کار مفید واسه زندگی من انجام میدم. واقعا بهتون پیشنهادش میکنم. و همین دیگه، برم حاضر شم که برم زودتر بیرون. حاضر شدم. اینم بچه ها جوشان منیزیومه، میبینید؟ آره، واسه گرفتگی عضلات خیلی خوبه بعد ورزش. اینا من دارم میخورم چند روزه. بعد اینم میبرم که اگه بعدش سری نیومدم خونه اینو سری بخورم. اینم بقیه موهیتومه که ریختمش این تو، و از این جیبای این توت بگم که و